برای رسم آستین ما به این دوتا اندازه احتیاج داریم، قد آستین و دور بازو. برای دور بازو که اینجا الان 21 هستش، 21 رو تقسیم بر 2 میکنیم. لازم به توضیح، دور بازوی 5 ساله رو حالا یا بچه رو که اندازه گیری میکنیم به صورت کیپ اندازه گیری نمی کنیم، دو تا انگشت زیر باشه و دور قسمت بازو قسمت بالا رو اندازه گیری میکنیم. 21 تقسیم بر 2 10.5. 10.5 رو اینجا به اضافه 2، البته بستگی داره که چه لباسی بخواید، ولی به طور معمول 2 اضافه میکنیم و یه مستطیل میکشیم قد آستین. یعنی چه لباسی بخواید؟ ببینید بعضی لباس‌ها یه مقدار راحت‌تره، گشاد‌تره، بعضی لباس‌ها یه مقدار پارچه تریکو داشته باشه، پارچه‌ای کشی باشه، خب یه مقدار تنگ‌تر. به خاطر اون حالا اگه تنگ‌تر باشه دور دور اضافه نمی‌کنی. نه، دور اضافه نمی‌کنی. از اینجا تا اینجا پس شد 1/2 دور بازو به اضافه 2 در قد آستین که حالا میتونه کوتاه باشه یا بلند، که الان ما بلند رو در نظر میگیریم. از این قسمت از گوشه اندازه حدودا اینجا بستگی به سن کودکمون داره، که ما الان 5 ساله رو در نظر میگیریم، حدودا 10 سانتی بیاریم پایین برای کاپ حلقه یا برای تاج آستین خوبه. از اینجا 10 سانتی پایین میاییم، خط رو میکشیم. اینجا اگر مستطیل ما الف و ب باشه، این رو حالا در نظر داشته باشید، از اینجا تا اینجا رو نصف میکنیم، یه خط میکشیم. روی این خط به اندازه خط الف ب تقسیم بر 2 به اضافه 1، یعنی اینجا اگر 12.5 هستش تقسیم بر 2 6.2 به اضافه 1 7.2 جلو میاییم. حالا کاپ حلقه رو یا تاج آستین رو طراحی میکنیم. تاج آستین رو اینجا یه مقدار جلو میایین، یک کمی صاف روی این رد بشه، خیلی انحنای کم به اینجا وصل میشه. این الان قسمت تاج آستینمون درست شد. برای قسمت جلو از رنگ دیگه استفاده، برای قسمت جلوی آستین 1 سانت عقب می از این قسمت عقب میایم و یه مقدار خیلی کم گودتر رسم میکنیم، طوری که اینجا که خیلی کم یعنی چقدر؟ ببینید اینجا وقتی که این قسمت که میایم 1 سانت، وقتی که از اینجا طراحی میکنیم نسبت به این حدودا نیم سانت. خیلی کم، چون دست بچه خیلی اون بازوی بزرگ بله تفاوت رو نداره. بعد این الان پشت و جلو روی هم دیگه هستش، این قد آستین رو روی کاغذ تا میکنیم، روی کاغذ تا میکنیم، پس بنابراین این قسمت زیر کاغذ هستش و قسمت جلو رو کپی میکنیم. بله، قسمت جلو رو کپی میکنیم. اگر آستین مچ داره که همین، و اگر مچ دار نیست به اندازه مچ دلخواهمون داخل میشیم، این خط رو وصل میکنیم و همزمان با اینکه روی کاغذ رو تا کردیم این قسمت رو هم کپی میکنیم. بعد از اینکه رسم آستینمون تمام شد، قسمت حلقه رو با دور حلقه لباسمون کنترل میکنیم که خیلی چین کمی داشته باشه به صورت خرد، مگر اینکه حالا مدل سازی بخوایم کنیم. ببینید بالاتنه ما که رسم کردیم، من یه طرح اولیه براتون، یه بالاتنه جلو بود و یه بالاتنه پشت، مجموع حلقه جلو و حلقه پشت مجموعاً این حلقه رو هم اندازه گیری میکنیم. این حلقه حدوداً 2-3 سانت اضافه تر از این باشه کافیه. و اگر بخوایم آستین رو به صورت چیندار طراحی کنیم، بعد از اینکه این رسم آستین رو طراحی کردیم،
پس قسمت وسط قیچی میشه. حالا اگر آستین بلنده تا پایین و اگر آستین کوتاه بنابر قد آستین کوتاه قیچی میکنیم. مچ اگر چین داشته باشه همزمان حدوداً این قسمت 6 تا 7 سانت اینجا یه مقدار کمتر میشه، همون مقدار که اینجا چین میخوره اینجا چین نمیخوره، اینجا نصفش 3 تا 3.5 سانت عوضمان میدیم. عوضمان یعنی چی؟ عوضمان البته من میدونم برای بعضی که اگر ندارم قیچی که میکنیم، البته روی مانتوها حالا تا یه حدی بله وسط رو قیچی میکنیم، کاغذ رو باز میکنیم، یه تکه اضافه بهش میچسبونیم که به محیط آستین اضافه بشه. اگر این کار برای پایین دامن باشه بهش چی میگیم؟ عوضمان. بله کلا گشاد کردن الگو عوضمان هستش. بله بسیار عالی. پس اگر زمان داشته باشیم من حالا فعلا که چیزی نگفتن درباره زمانمون، 5 دقیقه یه وقت داریم، 5 من فکر می‌کنم میرسیم اگر شما وسایل آورده باشید برای برش. امروز فقط برای الگو بودش که حالا بعد از آینده میتونیم آستینه‌های مختلف رو آموزش بدیم روی همین. یا اینکه بالا تنه رو به صورت برش دار بله. یه برش بالا تنه بهش بگیم، یا اینکه آستین رو حالا به صورت آستین کلاهی که حالا برای بچه‌ها خیلی هم قابل استفاده هستش، من یک مدل آستین رو اضافه می‌کنم. فقط خانم بزرگی عزیز الان شما این حالتی که یه سرشو قرمز می‌کشی مشخصه که این الان جلوی آستین بله بله اونی که آبیه پشت بله آستین به خاطر همین از رنگ‌های مختلف بله. استفاده می‌کنم که گفتم دوباره بگیم بسه. که بزرگ بله. داشته باشم بله. ببینید برای آستین‌هایی که کوتاه کامل خیلی کم قد آستین برای بچه خیلی استفاده میشه. ببینید به این صورت مثلا اگر که من بخوام طراحیش رو داشته باشم یه همچین حالتی اینطوری کوتاه هستش بله بله ببینید از اینجا اینطور درسته. این حالا ممکنه اینجاش هم چین داشته باشه که به اسم آستین کلاهی معروف هستش. شکل آستین رو بعد از اینکه طراحی کردیم آستین رو کوتاه طراحی کردیم، این آستین اولیه هستش، 2 سانت قسمت زیر آستین، 2 سانت قسمت زیر آستین، قسمت وسط هر اندازه‌ای که قد آستین رو بخوایم، حتی اگر آستین رو مثلا 6 سانت 7 سانت خیلی کوتاه در نظر داشته باشیم، البته این آستین برای بزرگسال هم قابل استفاده هستش. این مدل این تیپ بله این معیار و میزانش 2 سانت قد آستین دلخواه، قد آستین دلخواه از این قسمت اینجا کاملا کوتاهه، در صورتی که زیر حلقه هم داره بله. که اگر بخواد زیر حلقه نداشته باشه به کناره‌های آستین صفر می‌کنیم بله. بالاتنه رو به صورت بالاتنه چیندار هم میتونیم الان آموزش بدیم، حالا فرصت خوبی هستش که من قبل از این از شما بله. خواهشی بکنم بله. برای دوستان عزیز جوان ما که شاید بخوان تازه خیاطی رو شروع کنن بله. شاید مثلا این که شما نوشتید کارور جلو بله. اصلا ندونن این کارور جلو کدام بخش بدنه یا کارور پشت همینطور، یه اسم فن، یه در واقع فن خیاطی دیگه درسته. آیا براتون امکان داره که حالا یا روی الگو یا روی مانکن که امروز ندارین بله. ولی نشون بدید اصلا کارور یعنی چی؟ شاید فکر می‌کنم این کارور رو من می‌تونم طرحش رو بکشم بله بالا تنه رو باز اگر صلاح می‌دونید اگر بتونید آستین ها رو توضیح بدین بله حتما چون همینا مشخصه بله اما کارور شاید برای عده‌ای سوال باشه. ببینید خود اندام بچه رو که در نظر بگیرید یه قسمتش هست که حالا من قسمت حلقه رو هم اینطور در نظر بگیرم ببینید اینطوری اگر در نظر بگیرم بله. برای کارور جایی که دست به بدن متصل هستش، یعنی وقتی که دست رو باز میکنن بعد دست رو میندازن کاملا مشخص میشه که جایی که دست به بدن متصله، حدوداً یعنی فاصله بس... این بخش تا این بخش بله ولی بس... صاف یا متر رو میگیرن؟ نه این فقط الان میخوایم این محدوده رو اندازه گیری کنیم. فاصله بله. این طرف زنده جایی که دست به بدن متصله یه خطی تقریبا بله. داره بله. از اینجا تا اینجا این فاصله میشه کارور جلو. این درست وسط قرار میده دقیقا وسط بله. و دقیقا کارور پشت هم به همین صورته، باز جایی که دست به بدن متصل هستش
بین این نقطه و این نقطه میشه کارا رو پشت. پس وقتی که لباس ببخشید نشه. وقتی که لباسی قدری جلوش اینا که دکمه میخوره، پیراهنی برای بله. شخصی میدوزیم یا برای بچه یه مقدار میکشه این بخش جلوی بدن، در واقع کارور مشکل داره. بله وقتی که قسمت این قسمت ها بله این قسمت ها میکشه، قسمت کارور مشکل داره، یا قسمت پشت وقتی که دست رو نمیتونن حرکت بدن، هم قسمت کارور مشکل داره هم قسمت آستین، ممکنه به قسمت آستین هم مربوط بشه. و یه نکته این که در مورد قسمت سرشانه من در نظر گرفتم، سرشانه 8.5 اون بخشش. بله سرشانه که 8.5 اینو بگید و ما دیگه بریم. بله. بله جایی که انحنای گردن شروع میشه اینجا، این قسمت میشه سرشانه. سرشانه مرسی، فکر میکنم خیلی به درد خورد این بخشا. بله برای یه عده‌ای که درسته دور سینه هم که قسمت دور سینه یه مقدار برای بچه و چرخش داشته باشه.